অ <laughs> Moগt الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده و مهربان همراهان خوب برنامه دریچه دانایی شاگردای خوب سنف هشتم سلام روزتان خوش امیدوار هستم که حال همه شما عزیزان خوب باشه و تا پناه خدای بزرگ صحیح و سلامت باشید خوب عزیزان درس گذشته تان انشالله خواندید ابتدا درس گذشته را یک مروری در قالب ارزیابی سوالات داشته باشیم و بعد انشالله بریم و آخرین فصل بیولوژی سنف هشت با یک دیگه شروع کنیم سوال اول چند نوع پرنده و پستاندار در افغانستان زندگی می کنند. شما می دانید که 500 پرنده و 129 پستاندار در افغانستان زندگی می کنند. افغانستان برای زندگی کدام جانداران مناسب است؟ ما و شما میدانیم که به دلیل کوهستانی بودن افغانستان شرایط برای زندگی پرندگان و پستانداران بسیار مناسب است. ماهی منبع چه ویتامین هایی است؟ ما و شما یادمان هست که در جلسه گذشته گفتیم ماهی ها منبع غنی از ویتامین آ و ویتامین دی است. حیوانات در افغانستان با چه خطراتی روبرو هستند؟ یک با شکار بیرویه و دیگری از بین رفتن جنگل ها و جابجایی اجباری هر دوی ای عامل با باعث شده که حیوانات با خطر انقراض روبرو باشند اولین حیوان اهلی در افغانستان چه نام داره مطابق کتاب شما اولین حیوان اهلی را سگ میخوانیم خب شاگردای خوب در فصل آخر بیولوژی سنف هشت شما با منابع طبیعی آشنا میشید که ما چند نوع منابع طبیعی داریم منابع طبیعی اصلا چی هست در کجاها هست و اینها به چند نوع دسته تقسیم بندی میشه و با هر کدوم اینها به طور جداگانه آشنا میشیم خب همینطور که از نامش معلوم هست منابع طبیعی یعنی منابعی که در طبیعت وجود داره خب شاگردای خوب منابع طبیعی به طور خود به خود یا به طور خدا دادی در طبیعت وجود دارد یعنی به طور طبیعی و به طور عادی انسان در ایجادش نقشی ندارد اما در از بین بردن یا آسیب رساندن به این منابع طبیعی انسان چرا نقش دارد این منابع طبیعی به عنوان سرمایه های هر کشور شناخته میشه یا سرمایه های ملی که پایم و اساس اقتصاد هر کشور هم به منابع طبیعی کشور بستگی داره هرچی کشوری منابع طبیعی بیشتری داشته باشه و قنیتر باشه از نظر اقتصادی ارزش بالاتری داره به شرط ای که تکنولوژی استخراج و استفاده از این منابع طبیعی را هم داشته باشد اما منابع طبیعی به چند گروه تقسیم میشه ما و شما با دو نوع از منابع طبیعی آشنا میشیم میگیم منابع طبیعی به دو گروه تقسیم میشه منابع طبیعی تجدید پذیر و منابع طبیعی تجدید ناپذیر اما اینها چی هستند و هر کدامشان چگونه به این گروپ ها تعلق داره را با یکدیگر بررسی میکنیم و میخوانیم تا یاد بگیریم خب شاگردای خوب فراموش نکنیم که منابع طبیعی به عنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار می گره. یعنی بسیاری از منابع طبیعی ما و شما برای ما در جهت تولید انرژی مصرف میشه حالا این انرژی میتونه در هر کشوری بسته به تکنولوژی علمی و استخراجی و کشور فرق داشته باشه مثلا از منابع آب یک کشور یک استفاده را میبره یک کشور دیگه نه فقط برای کشاورزی استفاده میشه اما یکی دیگه نه بند یا سد میسازه توربین های آبی را در مسیرش قرار میده و از او برق میگیره و به کمک برق چرخه اقتصادی و صنعتی کشور خود رو به چرخش در میاره پس این منابع اکثرا به عنوان منابع تامین انرژی یاد میشه خب منابع تجدید پذیر و منابع تجدید ناپذیر در قالب یک شکل برای شما ما اینجا انتخاب کردم که میبینین منابع تجدید پذیر به چی چیزای اشاره داره به توربینهای های بادی یعنی خود باد جزء منابع تجدید پذیره یعنی این دیگه بشر در زود دخالتی نداره در بودن یا نبودنش اما میتونه از این باد حد اکثر استفاده رو ببره مثلا به کمک توربینهای های بادی که در م... مسیر وزش بادهای موسمی و فصلی قرار بده جریان الکتریکی یا برق تولید کنه دیگر مثلا از نور خورشید حد اکثر استفاده را ببریم از نور خورشید ما میتونیم امروزه در قالب باتری های خورشیدی جریان برق تولید کنیم چرا که مقرون به صرفه هم هست و هزینه کمتری را داره و زحمت کمتری را داره و در دا آلودگی محیط یا منابع طبیعی دیگه نقش کمتری را داره از منابع تجدید پذیر دیگه آب هم هست که آب به عنوان حیاتی ترین مایع در زندگی بشر بسیار حائز اهمیت هست حالا باز در های بعدی با چرخه ها و دورانهای آب آشنا میشیم منابع تجدید ناپذیر کدوم ها هستند منابعی هستند که یا هیچ دوباره به وجود نمی آین و یا برای تولید دوباره اونها آنقدر زمان زیاد لازم هست که ما اونها را جز منابع تجدید ناپذیر می خوانیم. مثلا زغال سنگ یا نفت یا تل اینا چیزایی هستند که به طور طبیعی وجود دارند و دوباره هم به وجود می آیند اما میلیون ها سال زمان لازم است به همین خاطر هست که این منابع تجدید ناپذیر است پس ما و شما در زندگی روزمره خود به عنوان یک شهروند اگر در اختیار ما و شما باشه باید از منابع تجدید پذیر استفاده کنیم چرا که تجدید ناپذیرها برای امورات و کارهای مهمتر و بهتری مورد استفاده قرار بگیره و چرا که اینها تجدید پذیری اینها زمان زیادی را میبره مثلا ما و شما به جای استفاده از زغال سنگ برای گرم کردن خانه ها اگر سوخت جایگزینی داشته باشیم مثلا اگر میتانیم از باتری های خورشیدی یا از جریان برق یا از گاز دسترسی داشته باشیم استفاده کنیم بهتر از مصرف زغال سنگ است چرا که زغال سنگ ها بیشتر باید به مصارف صنعتی برسه. و همین که اینها مستقیم قابل استفاده نیست و در اصل نباید باشه اینها باید پالایش شود تغییراتی بر روی اینها بیاید تا اینها قابل استفاده در منازل شود اما اگر مستقیم از اینها استفاده شود خطرات زیادی متوجه ما میشه چرا که دودی که اینا تولید میکنن ناخالصی هایی که زغال سنگ داره بسیار برای سلامتی ما و شما خطرناک هست بنابراین تا جایی که میتونیم از منابع تجدید پذیر را استفاده کنیم و منابع تجدید پذیر را جایگزین منابع تجدید ناپذیر کنیم و به جمله مثلا کمکی که میتونیم بکنیم اینه که زباله ها و با فضولات پساب خانه ها را کنترل بکنیم اونها را وارد منابع طبیعی نکنیم که حالا در در اسلاید های بعد میخوانیم و بیاییم از تجمع پلاستیک ها در طبیعت جلوگیری بکنیم چرا که پلاستیک بسیار بسیار دیر تجزیه میشه به طوری که حتی ما میگیم تجزیه نمیشه و اونها جز منابع تجدید ناپذیره اینها را کمتر به منابع طبیعی خودمان وارد کنیم یکی از جمله سرمایه های ملی کشور ما و شما منابع آبی هست ما کشور ما منابع کوهستانی یا در واقع از لحاظ جغرافیایی کوهستان های زیادی را داره پس بنابراین با مدیریت میتونه منابع آبی زیادی داشته باشد امروزه آبهای مورد نیاز مردم ما از آبهای زیرزمینی مانند چاه چشمه ها میشه ما حتی گاهی وقتها بعضی از افراد هستند که به طور مستقیم از آب دریاها، بندها و جویها هم استفاده می کنند. حالا گذشته از این که ای آبها مستقیما نباید قابل استفاده شود چرا که باید اینها تصفیه شود اینها زدوفونی شود و از آلودگی های محیطی جلوگیری شود که به سیستم سلامتی ما و شما آسیب میرسانه معمولا اینها آبهای آزادند و میتونه آلودگی های بسیار زیادی رو در خودشان جای بدن اما آبهای زیادی در کشور ما و شما قرار داره بندهای زیادی که ما برای شما تصویری از یک بخشی از بند ملی یا پارک ملی بند امیر بامیان را برای شما اینجای در تصویر نشان میدیم که یک آب بسیار پاک، آبی، زلال و شفافی را داره و یک جای بسیار بسیار دیدنی هست و آرزو میکنیم انشالله حتما تمام ما مردم افغانستان یک روزی بند امیر از نزدیک ببینیم خب راههایی که ما و شما میتونیم از آلودگی آبها جلوگیری کنیم راه های متعددی هست شاگردای خوب فراموش نکنین که بسیاری از تاریخدانان پیش بینی میکنن که جنگ های آینده بیشتر بر سر آبه چرا این همچین پیش بینی را داره به خاطر شواهدی که امروزه وجود داره بالا رفتن دمای خوری زمین خشکسالیها ها تغییر فصل ها جابجا شدن فصول و گرم شدن کره زمین باعث شده که ما و شما با خشکسالیهای های پیاپی پی روبرو شویم خب این منابع آبها در حال از بین رفتن هست و بنابراین ما باید قدر منابع طبیعی من جمله آب را بدانیم و حداقل به عنوان یک شهروند تا جایی که میتونیم از آلوده کردن این منابع جلوگیری کنیم خب ما و شما چگونه میتونیم از آلوده شدن آبها جلوگیری جلو کنیم یکی این که باید از ورود پسابهای صنعتی و خانگی به داخل آبها جلوگیری کنیم یعنی آبهایی که از کارخانجات خصوصا کارخانجاتی که با مواد کیمیاوی سر و کار دارند یا آبهای پس آبهای خانه ها که حاوی مواد شوینده هست یعنی صابون و مواد کفالود دیگه هست اینها نباید به طور مستقیم به داخل آبها هدایت شود چرا که اینها باعث از بین رفتن اکوسیستم‌های های آبی میشه و موجودات زنده و آبزیانی که به داخل او آبها زندگی میکنه حیات اونها به خطر میافتد راه دیگه جلوگیری از ورود آبهایی هست که از مزارع و زمینها و کشتزارها بیرون میشن به خاطر از اینکه کشاورزان برای مراقبت از محصولات خودشان برای داشتن محصولات بیشتر به زمینهای کشاورزی از کودهای کیمیاوی های کدهای کیمیاوی متعدد و متنوع استفاده میکنن و زمانی که این ها و کشتزارها آبیاری میشه ای آب مقداری از این کودهای کیمیاوی را در خود حل میکنه و از طریق خاک اینها را جذب میکنه وارد آب میشه و اگر این آبها مستقیما به داخل آبهای آزاد و پاک راه داشته باشه باعث آلوده شدن آبها میشه و منابع آبی به خطر میافته چرا که موجودات کوچکی که در آب زندگی میکنه حیات اونها به خطر میفته اکوسیستم ها تغییر میکنه در نتیجه ممکنه که این موجودات دیگه قادر به ادامه زندگی به داخل این آبها نباشم هم زمانی که مردم ما در روستاها از آب جویها و جویبارها استفاده میکنن باید توجه داشته باشن که هم مردم ما و شما که از آبها، آب جویبارها، جویها و دریاها استفاده میکنن توجه داشته باشند که از آلوده کردن این آبها خودداری شوه فضولات حیوانات به داخل آبها ریخته نشوه زباله ها هم وارد آب نشوه که حتی خود ای, هموطنان ما که مستقیما از این آبها استفاده می استفاده میکنن دچار امراض خطرناکی نشن بسیاری از امراض وجود داره که از طریق آب آلوده به انسان منتقل میشه و درمان بیماری های خطرناکی است و درمان اونها هم پرهزینه خواهد بود خب ما در طبیعت چرخه های متعددی داریم که در این فصل یک یک با این چرخه ها آشنا میشیم شما این چرخه ها را در سنف هفت هم در فصل آخرش خواندید. اما به دلیل اهمیتی که این موضوع داره مجددا در این قسمت چرخه آب را شما میبینین خب ما چرخه های آب را به دو صورت داریم چرخه های کوچک و چرخه های بزرگ خب به خاطر دارید از بیولوژی صنف هفت که چرخه کوچک آب چکونه اتفاق میفته چرخه یا دوران آب زمانی هست یعنی ما زمانی او را چرخه کوچک میخوانیم که نور خورشید مستقیم بر روی سطح آبها میتابه شما میبینید که نور خورشید مستقیم به سطح آبها میتابه این آبها تبخیر میشه و به صورت بخار آب مجددا به آسمان برمیگرده و در قالب ابر شکل میگیره و این ابرها اگر به مناطق سرد بره بستگی به میزان درجه سرما یا به صورت باران و یا به صورت تگد یا جاله و یا به صورت برف مجددا اینها بر به سطح زمین اگر مستقیم به روی خود دریاها بباره ما چرخه کوچک آب داریم مثلا در دا تصویر این تصویر ای بسیار زیباتر نشان داده شده که خورشید میتابه به سطح آب آب بخار میشه میره بالا ابر میشه و دوباره با قطرات باران به سطح آبها بر میگرده این چرخه کوچک آب هست اما چرخه بزرگ آب زمانی هست که این باران برف یا تگرگ بر روی خشکی میباره شما می بینید که این آبها می به داخل خاک نفوذ میکنه و در زیر زمین تشکیل آب های زیر زمینی یا سفره های زیر زمینی را میده که یا به صورت چشمه اینها از یک جایی سر در میارند یا خود آیست رسانده به دریاها و منابع طبیعی بزرگتر میرسانه خب اگر این آبها که بر روی خشکی بار به صورت باران باریده در یک قسمتی جمع شود خب برای آبیاری کشاورزی برای استفاده های دیگه هم مورد استفاده قرار میگیرد حیوانات اینجا آب میخورند خب همراه با این آبی که خوردن در تنفس با بخار آب دوباره آب را به طبیعت بار بر می یا ای برای کشاورزی مورد استفاده قرار می گره و درختان هم به صورت بخار آب مولکول های آب را دوباره به آسمان بر می گردنه. اینا پس دوباره جمع میشه و دوباره در آسمان تحت هوای سرد قرار می گیره که یا به صورت برف یا به صورت باران و یا جاله یا تگرگ دوباره اینها به روی زمین بر می گرده. خب می بینید که در هر دو چرخه برای برگشت دوباره آب به سطح زمین ما احتیاج به دمای سرد داریم یعنی این بخارات آب در بالا باید سرد شود به عبارتی همین ابر ما و شما سرد شود دما اونجا کم باشد میدانیم با آلوده شدن کره زمین هوا یا دمای کره زمین بالا رفته یعنی دمای کره زمین گرمتر شده در نتیجه تبخیر همچنان انجام میشه آبها بخار میشه اما این بخارات کجا میشه چرا که دمای سردی وجود نداره یا دمای سرد کاهش پیدا کرده هوا گرم شده و اینا دیگه دوباره به صورت برف یا باران به سطح زمین بر نمی کرده. پس بنابراین می بینیم به طور غیر مستقیم بالا رفتن دما می روی چرخه های طبیعی آب هم اثر داشته باشه. خب شاگردای خوب ما و شما چرخه طبیعی آب خواندیم چرخه کوچک و بزرگشه انشالله در مصرف آب باید صرف جویی داشته باشیم از باز رها کردن شیرای آب خودداری کنیم آب را به هدر ندیم چرا که این وجود آب هم برای حیات و هم برای آبادانی کشور ما و شما بسیار اهمیت است با اهمیت خصوصا برای ادامه زندگی انشالله که از درس امروز, امروز لذت برده باشید همه شما عزیزان تا جلسه بعدی به خدای بزرگ و مهربان میسپارم خدا یار و نگهدار شما